وزارت دفاع امریکا میگوید که القاعده و شاخه خراسان داعش در پی تقویت و جذب مخالفان امارت اسلامی در افغانستان است. ارزیابی تازه پنتاگون نشان میدهد که داعش و القاعده هنوز هم در افغانستان حضور دارند، اما آماده نیستند از افغانستان به عنوان سکوی برای حمله به غرب استفاده کنند. امارت اسلامی اما با تاکید بر اینکه در حال حاضر امنیت سراسری در افغانستان تامین شده، میگوید که به هیچ گروه اجازه فعالیت در افغانستان را نخواهد داد. اسدالله حکیمی. تلاش داعش برای گسترش حضورش در افغانستان، تلاشی که متمرکز بر سربازگیری از میان مخالفان امارت اسلامی است. وزارت دفاع امریکا در یک گزارش تازه میگوید که شاخه خراسان داعش در حال جذب افراد ضد حکومت کنونی و افراد بهاشی رانده شده در افغانستان است. در گزارشی که از سوی استخبارات پنتاگون به نشر رسیده آمده است که گروه های حراس افکن داعش و القاعده تلاش می کنند با سربازگیری از میان مخالفان امارت اسلامی دامنه حضورش را در افغانستان گسترش دهند. حملات هدفمند داعش خراسان به زیربناهای حیاتی ناتوانی رژیم طالبان را در تامین امنیت اولیه برجسته کرده و برای مشروعیت زدایی طالبان نزد مردم محلی کمک کرده است. شاخه خراسان داعش احتمالاً از احساسات ضد طالبانی و کمبودی‌های حاکمیتی برای افزایش جذب نیرو به ویژه در میان جمعیت‌های به حاشیه رانده شده استفاده کرده است. تهدیدهای مختلف در افغانستان تعلق می‌گیرد به رویه و برخورد حکومت آینده افغانستان با کشورهای منطقه و فراتر از منطقه. برای اینکه تاریخ سیاسی افغانستان را اگر مطالعه کنیم، همیشه کشورهای منطقه و یا کشورهای قدرت دنیا زمانی که احساس خطر کردند در این جغرافیه، از مخالفین حکومت پشتیبانی کردند تا حکومت‌های افغانستان را متضرر بسازند. بر بنیاد این گزارش، داعش آماده حمله به غرب آمریکا نیست و حمله‌های را در داخل افغانستان بر عملیات خارجی اولویت داده است. در بخش از این گزارش پنتاگون آمده که عضوهای شبکه القاعده نیز در افغانستان حضور دارند، اما امارت اسلامی به آنان در حکومت کنونی نقش مهم نداده است. اگر کشورهای منطقه و استخبارات جهانی به گروه داعش و القاعده کمک ننماید، در افغانستان گنجینه قومی و مذهبی نداشته، بنان فکر نکنم که داعش و القاعده در افغانستان بعد از این پیشرفت داشته باشد. امارات اسلامی اما میگوید که در حال حاضر امنیت کامل در کشور تامین شده و آنان به هیچ گروه اجازه فعالیت های حراس افکنانه را نخواهند داد. اکنون در هیچ نقطه افغانستان هیچ حلقه مخالف مسلح وجود علنی و مسلحانه ندارد و امارات اسلامی افغانستان کوشش میکند تا لانه های آنها را هم به تمام معنا از بین ببرد و آن پدیده ها را در افغانستان ریشه‌کن بسازد. پیش از این سازمان ملل هم گفته بود که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، شمار جنگجویان داعش از 2000 به 4000 تن افزایش یافته است. آگاهان هم میگویند که اگر فعالیت های داعش مهار نشود، این گروه در آینده می تواند به یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان بدل شود.